بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. قال مولانا محمد بن علي الجواد عليه الصلاة والسلام: الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. تعبیرهایی که در روایات ما برای ذکر شریف صلوات آمده حقیقتاً برای هیچ ذکری نیامده. یکی از اون تعبیرهای بلند و عالی و زیبا پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود: من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. خیلی وعده قرص و محکمی پیغمبر خدا داده. شفاعت من واجب می شود، مثل سلامی که ما عرض ادب می دیم جوابش واجبه. صلوات بالاتر از سلامه. سلام دعای کوتاه و موقت. صلوات یعنی خدایا دائم درود و لطف و رحمتت رو بر پیغمبر و آل نازل کن و این دعا هم مستجابه. خب ما که یه عمری صلوات بر پیغمبر و اهل بیت میفرستیم، پاسخش چیه؟ پاسخش همین روایتی که عرض میکنم که پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود: شفاعت من واجب میشود بر اون گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم. ماه مبارک رجب که پر از خیر و برکت، انشالله قدر بدانید، برای دیگران خیلی دعا بکنید. یکی از بزرگان، از اساتید ما که روح همه گذشتگان شاد باشه، سفارش ویژه میکردن، میفرمودن کسانی که مشاهد مشرفه میرن بعد از نماز دعا زیارت، که از خودتون فارغ شدید از اعمال زیارت، بنشینید یه 5 دقیقه 10 دقیقه به نام و به اسم پدر، مادرها، فامیل، دوستان، بستگان، ملتمسین دعا، حتی میخوام بگم اونایی که با ما بد هستن، اونا هم دعا بکنیم. خدا اینو دوست داره. اگر دعای ما اجابت میشه دعا کنیم بعدا هم هدایت بشن، نه اینکه نابود بشن از بین برن. خدا هدایتشون کنه، این که چیز خوبیه. دعای برای دیگران فراموش نکنید. ما چندین روایت داریم کسی برای دیگران از صمیم دل دعا بکنه، خدای متعال چندین برابر در حق خودش اون دعا رو مستجاب میکنه. استاد بزرگواری به بنده میفرمودن: من معمولا سالی 1 بار سعی میکنم با دوستان، رفقا، مشرف بشم خدمت آقای ما مشتوم علیه السلام، و میدونم این بزرگوار این حرف رو از ته دل و صمیم دل میفرماید، چون خیرخواهی و دلسوزی فوق‌العاده ایشون داره. ایشون میفرمودن: من هر بار که با جمع رفقا دوستان جمعی میاییم خدمت امام مشتوم علیه السلام، من بارها عرض کردم به آقا که اگر حاجت رفقا دوستان همسفرهای من بدی، کار اونا رو را بندازی، مال من را نندازی، واقعا ناراحت نمیشن. الحمدلله بقیه کارشون درست بشه، ولی اندالله اگر کار من، دعای من مستجاب بشه ولی مال بقیه مستجاب نشه،
اجابت نشه، کارشون دو، واقعا ناراحت میشن. این صفت خیلی بزرگیه. خدا به همه مرحمت کنه، اینکه انسان دیگران رو بر خودش مقدم کنه. این رمز اجابته، رمز ریزش همه رحمتهای خداست. هر کس از خودش یه قدم گذشت، گفت یا امام مشتوم اول کار بقیه رو را بنداز، دیگه لطف و کرم شما، ما هم در خدمت شما هستیم. اینکه دیگران رو آدم جلو بندازه خدا خیلی دوست داره. امام مشتوم علیه السلام خیلی دوست داره. دیشب عرض کردم یک بزرگواری می آمدن به زیارت، خانواده و بچه ها رو جلو مینداختن، میگفتن یا امام مشتوم من قابلیت ندارم، همسرم بچه ها زوار شما هستن، منم نوکر کفشوف کن خدمتگزار زوار شما هستن، به برکت این زائرایی که بچه های معصومن بیگناه هم با یه صدق و صفایی میان. من بعد از ظهر که میامدم یک نفر خارجی تو مسجد گوهرشاد ایستاده بود، خیلی زل زده بود، مردم دورمون بودن نگاه میکرد، یک حالت انقلابی درش ایجاد شده بود. خب یه نفر اومد گفت این آقا میخواد با شما عکس بگیره، عکس گرفت، گفت این آقا اهل ژاپنه، ژاپنیه، مسلمانم نیست، منم مترجمشم، هزینه گرفتم که ببرم بگردونمش و ترجمه کنم براش توضیح بدم. گفت آقا این یک نفر مرد ژاپنی از ژاپن اومده، ظاهرا بودایی هم بود. گفت آمدم اینجا رو براش توضیح دادم، بردمش تو حرم. گفت حاج آقا باور کنید من خودم بارها آمدم حرم برم، مترجم میگفت به من راه ندادم، ولی این مهمان غیر مسلمان رو آوردم کنار خودم، دیدم اصلا مردم نیست که کوچه باز کردم، خیلی عجیبه. امام اشتم امام همه هست، ولو کسی او رو هم نشناسه او پذیرایی میکنه، او لطف میکنه، او عنایت میکنه. اگر یه بچه پدر رو نشناخت، پدر که پدره، امام هشتم امام زمان امام همه عالمه، همه موجوداته، همه انسان هاست. گفت عجیبه که من ایشون رو بردم کنار زری، این ژاپنی منقلب شد، گفت یک آرامشی به دل من آمد، من حالم منقلب شد. خیلی عجیبه. این درگاه چه درگاهیه، این بارگاه چه بارگاهیه. در حالات شیخ بهایی نوشتن خدا روح همه علما، گذشتگان، حقداران، شهدا، امام راحل رو شاد بکنه، هدیه کنیم به روح همه گذشتگان یک صلوات بر محمد و آل محمد. و آل محمد و عجل. میدونید توی آستانه مقدس امام هشتم علیه السلام شاید عالمی مثل شیخ بهایی نباشه که قبرش انتهای همین رواقه براش فاتحه خونده بشه. اینم واقعا یک توفیق فوق‌العاده ایه که اینجا یه دربانی خدا قرار داده برای امام هشتم. خب ایشون نقشه صحنه انقلاب و برنامه هایی که زمان شاه عباس بود ایشون مهندسی میکرد، چارباغی که برای اصفهان ایشون طراحی کرده، بعد از 300 سال 300 خورده سال هنوز استفاده میشه. اون زمان که افراد با حیوان و یا درشکه رفت آمد میکردن، واقعا فکر عجیبی داشته، در همه علوم تسلط داشته. حمام ایشون در اصفهان درست کردن که با یه شمع خزانش گرم میشد و خارجی آمدن این شمع رو بررسی کنن که چه موادی چه انرژی داره، خاموش کردن نتونستن روشن کنن. فکر عجیبی داشته شیخ بهایی. شیخ بهایی در حالاتش نوشتن صحنه انقلاب رو که سقاخانه خواستن بنا بکنن، نیتی داشتن که در سردر این سقف یک تلسمی، یک دعاهای هرزی قرار بدن که هر نااهلی نتونه وارد بشه. حالا بعضی هرزا هست موکلی داره، مثلا جنی، فرشته، چیزی که مانع بشه. خب آماده شد این سردر که درست بشه، شاه عباس بهش پیغام داد اصفهان کار واجبی داری، باید بیای اصفهان سریع. به معمارها و بنا عملها سپرد این سردر رو دست نگه دارید، کاری نکنید، بقیه جاها رو معماری و بنایی بکنید تا من برگردم.
خب اون موقع هم سفرها طول میکشید، چون رفت اصفهان. وقتی که برگشت دیدین سرده رو درست کردن، ناراحت شد، گفت من قصدی داشتم، نیتی داشتم تلسمای اینجا بگذارم، هرزای قرار بدم، چرا این کارو کردید؟ گفتن واقعش ما نمیخواستیم این کارو بکنیم، ولی چند نفر از ماها بدون این از همدیگه خبر داشتن. آقا امام مشتوم علیه السلام رو در عالم خواب زیارت کردیم، آقا فرمودن این سردر سن رو درست بکنیم. گفتیم آقا معمار ما، مهندس ما، شیخ بای، فرمودن نه، به حرف او گوش، شما کار خودتون رو بکن. ما امر آقا بود. و اینجا رو بعد شیخ باهایی منقلب شد، گفت من تنگ نظرم، میخوام هر کس رو نگذارم بیاد. ولی اینجا درگاهی هست که شما بعد از نمازها ماه رجب چی میخونید؟ یا من یعطی من سأله، ای خدایی که اونایی که گدایی میکنن سوال میکنن درخواست میکنن به شما مرحمت میکنن. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، خدایا کسانی که تو را اصلا قبول ندارن، شناخت ندارن، گدایی هم نمی کنن، دست نیاز هم دراز نمی کنن، به اونا هم روی محبت و رحمت و لطف و عنایت کرم می کنن. خیلی عجیبه. این درگاه درگاه ناامیدی نیست برای هیچ کس، حتی برای دشمنها، افرادی که قبول ندارن ولی درمانده میشن. من روایت خیلی پیدا کردم، متوکل خدا لعنتش کنه، خیلی آدم خبیثی بوده توی خلفای بنی عباس، کسی که آب بس به قبر امام حسین، خواست شخ بزنه قبر آقا رو از بین ببره. روایت داریم مرض سرطان گرفت، الله اکبر، مادرش پناهنده به امام هادی علیه السلام شد، ما دخیلتیم، بچه‌م مریض شده، فرمودن فلان دوا فلان برنامه رو پیاده کنید مرضش خوب میشه. نه اینکه طرف خوبه ها، اینا خیلی بزرگن، اون طرف خوب نیست، طرف ظالم، خائن، خیلی خبیث. دوستان را کجا کنی محروم، خیلی من برای این شعر حدیث پیدا کردم، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. و امشب هم یک شب فوق‌العاده، یک شب شادی دل اهل بیت، خصوصا امام مشتوم علیه السلام. تا حدود 50 سال کسی ناامید نباشه، انبیا، امام ها گاهی مدت ها بچه دار نمی شدن. خدا را چه دیدی؟ هیچ وقت ناامید نباشه. حضرت ابراهیم در سن پیری خدا بهش بچه داد، حضرت زکریا در سن پیری خدا بهش یحیای پیغمبر رو داد، امام هشتم ازدواج کرده بودن، کنیز هم داشتن، ولی بچه دار نمی شدن، فرزند نداشتن. امر خداست، نمی فهمیم، خیلی چیزا رو نمی فهمیم. هم دشمنها طعنه می زدن، هم دوستان نادان، که خب امامت بعد از امام هشتم چه خواهد شد؟ آقا هیچ فرزند نداره، قول مشهور اینه که امام جواد است، تک فرزند، فقط امام جواد. یک قول ضعیفی، محدث قمی صاحب مفاتیح می فرماید قول مشهور اینه که فرزند، تک فرزند، فقط امام جواد. یک قول ضعیفی هم بعضی نقل کردن که بعدش خدای دخترم به ایشون مرحمت کرد، ولی خلاف مشهوره. مشهور اینه که امام هشتم فقط تک فرزند. میدونی تک فرزندم خیلی عزیزه ها، خیلی دردانه است. امیدوارم به خاطر مادیات امام هشتم رو به امام جواد قسم ندید. یه وقت ما به حق امام جواد، فرج امام زمان، چیزای بزرگ بزرگ میخواییم، خوبه، ولی حیفه این قسمای غلیظ و شدید خوب نیست، شاید بیادبی باشه، خیلی دردانه است. بعد از حدود 50 سال خدای متعال مثل چنین شبی این دردانه و عزیز به خدای متعال به امام هشتم علیه السلام مرحمت کرد. این تعبیری که تو روایت داره، برای هیچ امامی ما نداریم، ما یولد و مولود اعظم و برکتن من هذا المولود، یعنی تو خانواده اهل بیت مولودی متولد نشده، فرزندی، نوزادی زایده نشده که برکتش از امام جواد علیه السلام بیشتر باشه. این تعبیر فقط برای امام جواد علیه السلام داره. رمزش هم شاید این باشه،
که بعد از 50 سال این همه طعنه ها و این همه زخم زبان ها و این همه سستی اعتقاد آدم های ضعیف الایمان دوستان شیعیان، با آمدن این فرزند عزیز دهنا بسته شد، دشمن ناامید شد، دوستان دلشون گرم شد، آرام شد. یکی از برکات امام جواد علیه السلام اینه که امام جواد اول امامیه در سن طفولیت 8 سالگی به امامت رسیده. این خیلی تو ذوق میزده. ما معتقدیم امام جانشین پیغمبره، هادی امت، رهبر کل دنیاست، تمام مشکلات عالم رو میتونه به دستش حل بکنه. حالا یه بچه 8 ساله برای اونایی که حالا برای ماها جا افتاده این مسئله معرفت مردم الحمدلله بالا رفته، ولی اون زمان که خیلی ها اماما رو قبول نداشتن یا افرادی که این عظمت و معرفت براشون نیامده خیلی تو ذوقشون میخورده. حالا بچه 8 ساله، یه وقت بچه 8 ساله آقا حافظ قرآن میشه، خب هزارها نفر اینطوری میشن، این عادیه، غیر عادی نیست، حافظه قویه، بچه خردسال از زبانهای مختلف انگلیسی عربی حرف میزنه، قرآن رو حفظ میکنه، خیلی کتابا رو حفظ میکنه. اما یک انسانی بیاد وصل به عالم بالاست، از عالم بالا و پایین و دنیا و آخرت از همه چیز خبر میده، نظام عالم به برکت او میچرخه، امامه، این خیلی مهمه. لذا تو روایات داریم 80 نفر از فقها علما در مدینه جمع شدن امام جواد علیه السلام امتحان کنن، سوالهای مختلف حضرت بلادرنگ پاسخ دادن. مرحوم علامه مجلسی میفرماد 30,000 مسئله خیلیه. شما از اعلم علما، دانشمندترین دانشمندای دنیا 50 تا 100 تا مسئله بپرسید، بعضیاشو بلده، خیلیاشو میگه نمیدونم، خیلیاشو میگه باید مراجعه کنم، فکر بکنم. آیت اللهی که وسط نماز هم یادش رفته. یک عالمی داشتیم خدا رحمتش کنه، میفرمودن ما شب عید فطر گفتیم بعد از چند وقت نماز 1000 قل هو الله رو بخونیم. میدونید شب عید فطر بعد از ماه رمضان مستحبه، 2 رکعت نماز، 1 رکعتش 1000 بار سوره توحید، سوره قل هو الله. گفت تسبیح دست گرفتیم نمیدونم 500 تا 600 تا قل هو الله که خوندم، قل هو الله یادم رفت. حالا ما در یه عمر قل هو الله میخوندیم، الان هم 600 تاشو خوندیم، یادم رفت، قاد زدم. تو اصلا بعد از بسم الله چی باید بگم یادم نمیومد. خیلی جالبه، حالا غرور او رو گرفته بود، چجوری بود، خسته شده بود دیگه، مغز از کار افتاده بود، خلاصه قاطی کردیم. تو نمازم که نمیشه حرف بزنی، نمیشه راه بری، خلاصه رفتیم رکوع، گفتیم مثل که مقدر نیست ما 1000 تا قل هو الله بخونیم. امام فرمود لا یقاس به آل محمد احدون، بنده معتقدن همه خوبهای عالم جمع بشم اعتقادم رو عرض میکنم، یه موی امام نمیشم اگر نگیم که امام رو کوچک کردیم و اونا رو خیلی بزرگ کردیم. امام حسابش جداست، امام معصوم ها حسابش جداست، اصلا عالم به برکت اونها زنده است، نفس کشیدن همه علما بزرگان به برکت امام زمانه. یه وقت قاطی نکنیم بعضی رو کنار امامای معصوم بگذاریم. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در ایام شاید نیمه شعبان بود، نام امام زمان علیه السلام را آوردن، فرمودن جانهای ما فدای خاک زیر پای امام، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. فرمودن من درباره امام چه بگویم؟ بگم امام اول شخصیت عالمه؟ خب مگه دومی داره؟ امام عالم بالاتره، امام هستیه، نماینده خداست. حساب امام ها جدا، 30,000 مسئله در چند روز شاید متوالی بوده، از امام جواد رو میخواستن امتحان بکنن، حضرت بلادرنگ همه رو جواب داد. این افتخار مال مکتب ماست، تا به خودمون ببالیم، به خدا قسم غیر از مکتب شیعه
که غیر از این مذهب، مذهب حقی نیست. هیچ کسی رو شما تو دنیا پیدا نمی‌کنه بتونه تمام مسائل مردم رو جواب بده. از علوم طبیعی، از علوم ریاضی، فیزیک، شیمی، معنوی، مادی، دنیایی، آخرتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نه نتونن بگن. هر سوالی بکنی میگن بلدیم بگیم. امیرالمومنین در همه مسائل، در علم ریاضی سوالای عجیبی غریبی کردن، حضرت بلادرنگ جواب داده. یه نفر آمد به امیرالمومنین گفت آقا کدوم یک دو نمیشه، دو سه نمیشه، سه چهار نمیشه، نو ده نمیشه، یازده دوازده نمیشه، هیجده نوزده نمیشه، نوزده بیست نمیشه. من اگه گاهی چند بارم حفظ کنم اینا تو روایت اومده، موقع گفتنش باز یادم میره، حفظم میکنم یادم میره. حضرت من بشین بهت بگم، یک دو نمیشه خداست، دو نمیشه سه شب و روزه، سه سه طلاقه، چهار طلاقه نمیشه، همینطور نوزده عدد مأمورهای آتش جهنم علیها تسعت عشر آیه قرآنه. عجیبه. اگر من معتقدم از 20 به بالا هم میرفت، حضرت همه رو جواب میدادن. بلا درنگ. امام وصل به علم خداست. شما میگی چی؟ اگر خدا تمام بشه، مال اینا هم تمام میشه. ما حدیث داریم سلمان این خانواده دریایی است که تمام نمیشه. خزانه است، گنجی است که هر چی بکشن تمام نمیشه. امام شاگرد درست میکنه مثل سلمان که دریای مواج علومه. خود او که حسابش جداست. امام جواد علیه السلام دل امام هشتم، دل اهل بیت رو خیلی شاد کرد با آمدنش. یک بیان نورانی از امام جواد علیه السلام خدمت عزیزان عرض بکنم. از بزرگ باید چیزای بزرگ خواست، چیزای کوچولو و پایین و پست و اینا. میگن یه نفر آمد خدمت امام هشتم علیه السلام، گفت آقا من شنیدم بار اول کسی بیاد به زیارت شما چند تا حاجتاشو برآورده میکنه. سه تا حاجتاشو گفت من سه تا نمیخوام، یکی بیشتر نمیخوام، و اون یکی هم اینه که خیر دنیا آخرت به من بده. خب خوبه آدم یه چیزای بزرگ بزرگ بخواد، چیزای کوچیک نخواد. گفت چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست. برای دیگران خیلی دعا کنید، برای جوانها، مریضها، خیلی التماس دعا کردن. گفتن دلت رو پهن کن سفره، دلت رو برای همه دعا بکن. امام جواد علیه السلام بیان نورانی دارن، میفرماید چه کار بکنیم به همه خواسته هامون برسیم، به همه آرزوهامون برسیم، به همه حاجتامون برسیم. میفرماید الثقت بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. خیلی روایت زیباییه. چه کار کنیم به همه خواسته ها، به همه آرزوها، به همه بلندی هایی که نیت داریم برسیم؟ فرمود بیاد اعتماد به خدا بکنید، تکیهگاهتون خدا باشه. اگر کسی میخواد قوی ترین، نیرومندترین انسانهای عالم باشه، فرمود توکل به خدا بکنه. به اشخاص تکیه نکنید، به خلق تکیه نکنید، به پول تکیه نکنید، به پست و مقام. افرادی که اینقدر بالا رفتن یهو محکم خوردن زمین. تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، به ید کل خیر. نه با زبانها، با قلبمون، با قلبمون. بنده یه کسی دارم حدود 40 سال میخواد ازدواج بکنه. خانه داره، قیافه داره، پول داره، همه چیز داره، نمیشه، نمیدونم چیه. توکل به خدا نداره، اعتماد به خدا نداره، نمیشه. ولی آدمی هم بوده که یک ساعته کار ازدواجش جور شده. حالا خاطره قشنگه بگم. یکی از تجار پای منبر من بود، گفت حاج آقا این خاطره پسرم تو جریانش بوده، بد نیست بگی. یک روایتی یادم اومد. میدونید امام هشتم بعد از اینکه فرزنددار شدن 4 سال بعدش فاصله افتاد بین پدر و فرزند.
مأمون لعنت الله علیه بالاجبار آقا رو آوردن خراسان تنها بدون خانواده. خب به فراق فرزند مبتلا شدن، امام جواد هم به فراق پدر. یه نامه ای دارن امام اشتم به امام جواد. خب حضرت 3-4 سالشون بود، کوچیک بودن. نامه نوشتن به فرزندشون: فرزند عزیزم، من شنیدم خدمه خدمتگزارا که تو خونه هستن، خدمت شما، گزار شما هستن، شما را از در پشت میبرن که مردم به شما دسترسی نداشته باشن. باب صغیر، معمولا خانه های افراد گاهی دو تا در داره، در این ور در اون ور، یه در عمومی بوده مثلا کوچه خیابان، یه در پشت بوده. از پشت خادما تدبیر میکردن امام جواد از پشت ببرن، مردم مثلا درخواست نکنن، مزاحم نشن، اذیت نکنن آقا را. نیت شاید بدی نداشتن. امام اشتم نامه نوشتن: به من خبر رسیده فرزندم، شما رو خادم ها از در پشت میبرم. به حقی علیک، الله اکبر، فرمودم من قسم میدم بهت، به حقی که من به تو دارم، از باب کبیر، از در بزرگ رفت آمد بکن که در دسترس مردم باشی. کاری دارن، چیزی میخوان. بعدم فرمودن کیسه های درهم و دینار، 500 درهم 250 درهم آماده بکن، به عموها 500 درهم، به عمه ها 250 درهم هدیه بده. یعنی از اینجا مراقب بودن که و خادم ها اونجا مانع خیر نشن که امام جواد از در بزرگ بیان، همش لطف و کرم و جود و سخاوتشون بین خلایق باشه. اون معجزه که میخواستم عرض بکنم خیلی عجیبه. یکی از تجار میگفت پسرم دانشگاه تهران فوق لیسانس تحصیل میکرد، خیلی ساله، گفت یک کسی بود تو این دانشجوها، سنش هم یه مقدار بالا رفته بود، دنبال ازدواج بود، جور نمیشد، جور نمیشد. تا اینکه یه اردوی از طرف دانشگاه گذاشتم زیارتی برای آقا امام اشتم علیه السلام از تهران بیان. ایشون به رفقاش گفت من این دفعه که برم مشهد، یعنی هر جور شده یه همسر خوب از امام اشتم میگیرم. گفت که آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. من جده وجد، گدای سمج رو دوست دارن. چیزای خوب البته بخواهید، چیزای خوب نیاز داریم، اب نداره. گفت گاهی رفقاش هم دستش مینداختن. گفت رسیدیم مشهد، نیامد مسافرخانه، صبح رسیدیم. گفت من برم از امام اشتم یه همسر خوب بگیرم بعد بیام. اونا هم مسخرهش میکردن دیگه. بقیه داستان رو خودش نقل کرده. گفت خسته بودم، شبم تو راه آمدم، هر جوری بود خودم رساندم به ذریعه مطهر آقا و گفتم آقا من یه زن خوب میخوام، یه ساعته، یعنی یه ساعته برام درست کنی، نه یه وقت عقد یه ساعته، فکر نکنی وقت فکرت خراب باشه. من همسر خوب میخوام، یه ساعته برام درست کنی. فکر میکرد خم رنگرزیه، بزنی توش در بیاری. خدایا تو را قسم میدیم به آبروی امام جواد، به آبروی پدر بزرگوارش، تمام دختر پسرهایی که در سن ازدواج هستن، وسائل شغل و مسکن و ازدواجشون رو در این شب عزیز لطف و عنایت بفرما. گفت همینطور التماس میکردم، من زن میخوام یه ساعته، من زن میخوام یه ساعته، یه ساعته این درست بشه. التماس، خواهش، گریه، ناله. گفتم شما امامید، ولی امر، یعنی امر خدا دست شماست. انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. ولی امری که به امام ها میگیم، نه فقط امر شرعی، امر عالم دست ایناست، امر خدا دست ایناست. القوامون به امره. شما بگی بشو میشه، من میشناسم شما رو. التماس، التماس. گفت اینقدر التماس کردم دم از نا دارم میره، الان ممکنه ببرم بیهوش بشم، منو ببرن بخوابونم باز مشکل پیدا. گفتم برم یک صبحانه حسابی بخورم، قوت بگیرم، بیام این درو بزنم. ول نمی کنم، اینقدر میزنم تا درست بشه.
گفت ضعف کرده بودم، از رواق آمدم تو سن و از این بس برم خیابان امام رضا علیه السلام. در مسیری که میرفتم یه خانم و آقای داشتم میامدم برای زیارت، مثلا 7 صبح 8 صبح رسیدم به ما سلام علیک، سلام علیک، احوال شما رو ناشناس. گفتن ببخشید ما سوالمون شاید بیادبی باشه، ولی خواهش داریم شما بفرمایید. بفرمایید شما ازدواج کردی یا نکرد؟ نگفتم که الان داشتم چیکار میکردم، تو حرم بودم، چه حالی؟ گفتم نخیر. گفتم بیا که بختت باز شده. گفتم یعنی چی؟ گفتن راستش ما بچه دار نمی شدیم، مثلا داستان مفصلی داشتیم، سالهای سابق آمدیم از امام هشتم التماس کردیم خدا به ما یه دختر مرحمت کرده، مرحمتی امام رضا علیه السلام. حالا بعد از چندین سال دختر ما موقع ازدواج شده، دم بخت این سفر آمدیم به امام هشتم، گفتیم آقا دختر که مرحمت کردی داماد خوبم به ما بده. الله اکبر، الله اکبر، یه داماد خوب. دیشب حرم مشرف شدیم، گفتیم آقا ما صبح اول صبح از هتل میایم طرف حرم، به اول جوانی که رسیدیم میگیم حواله شماست، حرم به شما رسید. الله اکبر، الله اکبر. خب من یهو جا خوردم، حالا مادرم نیست، خواهرم نیست، حالا خودش گفته یک ساعت جور کنا، حالا که جور میشه وحشت گرفته او رو. گفتم آقا من مسافرم. من گفتن نمیشه دیگه، این حرفا رو نزن، ما نیت کردیم، به همین نیت آمدیم حرم، فکر نکنیم ما خانواده محترمی هستیم، توسل به امام هشتم پیدا کرد. گفت خاله به زور ما رو بردن هتل، خلاصه سوال جواب، خونه، زندگی، وضع خانواده اون شهر بدیم، اون دخترم پسندید، ما هم پسندیدیم، یه نفر رو بردن عقد کردن، حالا نمیدونم یک ساعت شد یا نشد. گفت این آقا برگشت گفت من مسخره نکنید، اینا خانواده ای هستن که یه ساعت هم میتونن درست بکنن. اعتماد به خدا راه رسیدن به هر چیز ارزشمندیه و نردبان بالا رفتن به هر آرزو و حاجت و بلندی هست. خدایا تو را قسم میدیم به حق امام جواد علیه السلام، قلب فرزندش حضرت مهدی به مجد ظهور شاد بفرما، همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، آن به آن بر ایمان ما، ولایت ما، معرفت ما، اخلاص ما بیفزا. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. رفع گرفتاری از همه گرفتارها، دردمندها بفرما. حاجت حاجتمندان روا بفرما. قرض قرضمندان ادا بفرما. سفر زوار مسافرین بی خطر بفرما. شر اجانب و دشمنان به خودشون برگردان. اموات گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان.